سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت موشکافی اپیزود پنجم سریال لاست آف آس. برای این اپیزود حرف برای گفتن خیلی زیاده. پیام‌های توی داستان خیلی زیاد بودن، برای همین دیگه وقت رو تلف نمی‌کنیم. من همینجا بهتون هشدار اسپویل قسمت پنجم رو میدم و دیگه بهتر بریم سر وقت ویدیو. Because she has the same thing that Joel has, which is this desire to save the person you love. There's something that's happened in her past which means there is loss. What Bella is showing us there is this longing for redemption. And this is like part of Ellie's journey, is this like, one, like this violent corruption through her interaction with Joel, but two, a loss of innocence. Every step of the way there's a loss of innocence. مهمترین جمله‌ای که تو این اپیزود شنیدیم موقعی بود که الی پرسید که غرب از کدوم طرفه. این سریالی که از عمیق‌ترین شخصیت پردازی‌هایی که توی زندگیتون دیدین رو داره. هیچ وقت نمیتونید تصور کنید که نویسنده‌ها برای ساختن این داستان چقدر وقت صرف کردن. این رو اون زمانی می‌فهمید که وقتی که اون پیرمرد رو ما نشون دادن. سازنده‌ها توی پادکست گفتن که وقتی که می‌خواستن این پیرمرد رو توی داستان بیارن، برای همین یک شخصیتی که چند ثانیه دیدیم یه داستان جداگانه ساختن. گفتن که این پیرمرد 80 سالشه، چشماش نمیبینه، نمیتونه تیراندازی کنه، که این خودش تو این دنیای خطرناک موضوع خیلی دردناکیه. و تو اون صحنه که دیدیم که جول از اون پیرمرد خواست تا تسلیم بشه، اون پیرمرد چند ثانیه فکر کرد، بعد تسلیم نشد و از عمد کاری کردش که جول بکشتش. سازنده ها دلیلش رو اینجوری گفتن که این پیرمرد 80 ساله 60 سال از عمرش رو توی دنیای عادی زندگی کرده، الان 20 ساله که زندگیش به گند کشیده شده، احتمالاً تمام اعضای خانواده‌اش رو هم از دست داده. هر کس دیگه بود دیگه نمیخواست تو این دنیا زندگی کنه، برای همین تصمیم گرفت که کاری کنه که جول بکشتش. همینقدر شخصیت پردازی تو این داستان عمیقه و این عمق شخصیت پردازی ها شامل حال قهرمانان داستان هم میشه. این اپیزود تأثیر عمیقی روی شخصیت الی داشت و داستان این تغییر از زیر زمین شروع شد وقتی که این 4 نفر تصمیم گرفتن برای فرار از منطقه قرنطینه که دست هانترها افتاده بود از تونل های فاضلاب فرار کنن. توی داستان اینجوری ما گفتن که روزهای اولی که این بیماری پخش شد، یعنی همون 20 سال قبل، نظامی ها و مردم زیر زمین پناه برده بودن، یعنی داخل تونل هایی که برای فاضلاب یا مثلا مترو ساخته شده بوده. ولی چند سال بعد نظامی ها متوجه میشن که میتونن کاری کنن که زامبیا به دنبالشون بیان داخل این تونل ها، و چون این تونل ها تو در تو و پیچیدن، میشه کاری کرد که این زامبیا رو همون زیر گیر بندازن. و اینجوری بود که تونستن کاری بکنن که روی زمین پاکسازی بشه و بعد از چند سال از شیوع این بیماری مردم تونستن بیان روی زمین. در عوض تعداد خیلی زیادی از زامبیا رو زیر زمین اسیر کرده بودن و توی داستان فهمیدیم که چند سال بعدش نظامی ها بخشای از این زامبیا رو جابجا کرده بودن و یه سری از تونل ها رو پاکسازی کرده بودن و قهرمانای داستان ما رسیدن به یه پناهگاه که برای بچه‌ها ساخته شده بود. اگه دقت می‌کردید یه نقاشی وسط این پناهگاه به ما نشون داده شد که توسط یکی از بچه‌ها کشیده شده بود که دوتا افسر رو نشون میداد که اسم یکیشون ایش بود و بالاش نوشته شده بود محافظان ما. اینجا ما می‌فهمیم که نظامیا روزهای اول آدمای بدی نبودن، به مردم کمک می‌کردن. بچه‌ها اونها رو با لبخند روی صورتشون نقاشی می‌کردن. اما نکته جالب تر اینجاست که این نقاشی عمق خیلی زیادی توی داستان داره و یه ایسترک از بازی کامپیوتریش بود. توی بازی کامپیوتری لاست آف آس ما یه نامه رو روی زمین پیدا میکنیم، یه کاغذ دست نوشته که همین شخصیت ایش نوشتتش، یعنی همون کسی که توی نقاشی بچه ها نقاشیش کرده بودن. نوشته که من یه ماهیگیر بودم، وقتی که دنیا سقوط کرد به نیروهای نظامی پیوستم تا بتونم اونجا از مردم مراقبت کنم. توی نامش نوشته که زامبی ها کمترین خطر توی این دنیا رو دارن و آدم ها خودشون از همه خطرناک‌ترن، چون همه آدم‌های این دنیا آلوده شده بودن به قبیله‌گرایی، هر کس فقط می‌خواست خودش رو نجات بده. توی نامه‌اش نوشته بود که تعجب می‌کنم چجوری این چند سالو تونستم تو این دنیا زنده بمونم. و داستان این شخصیت به اینجا ختم میشه که یه روزی یکی از درهای پشتی پناهگاه به طور اتفاقی باز می‌مونه و دسته‌ای از کلیکرها یا همون زامبی‌ها وارد پناهگاه میشن. خیلی‌ها رو می‌کشن و تعداد خیلی کمیشون که زنده می‌مونن فرار می‌کنن و میرن. دیگه هم کسی هم ازشون خبر نداره که الان کجان. اگرم اونجایی که جول وارد پناهگاه شد دقت می‌کردید، به عنوان دستورالعمل روی دیوار نوشته شده بود که حتما درها رو مطمئن باشید که پشت سرتون بسته شده. ولی یه روز این نکته امنیتی رعایت نشد و تمام این پناهگاه از دست رفته. حالا این پناهگاه تأثیر خیلی عمیقی روی شخصیت الی داشتش. توی تمام این اپیزود دیدیم که چطور الی و سم مثل بچه‌ها رفتار می‌کنن، خوشحالن. توی دیالوگ خیلی مهم جول به سم
هم. گفتش که من تو رو درک میکنم که برای نجات جون برادرت دست به گناه زدی. گفتش که بچه‌ها سختی رو راحت‌تر تحمل میکنن چون کسی رو ندارن که ازش مراقبت کنن یا کسی بهشون تکیه نکرده. ما دیدیم که الی و سم با همدیگه دارن یک داستان کمیک رو میخونن. این کتاب کمیک در رابطه دوتا ابرقهرمانه که به فضا میرن و با موجودات فضایی مبارزه میکنن. همونقدر ساده مثل دنیای توی ذهن سم و الی. این رابطه‌ای هم که بین سم و الی داره اتفاق میفته رو به زیبایی به تصویر کشیده بودن. اگه اونجایی که بازی میکردن به دیوار دقت میکردید، نقاشی دوتا بچه رو کشیده بودن، یه پسر و یه دختر، درست مثل الی و سم که با همدیگه دارن با خوشحالی بازی میکنن. و تو این داستان به زیبایی نشون داد که چطور سم به الی تکیه میکنه، چیزی که جول متوجهش نشده بود. توی بازی کامپیوتری سم ناشنوا نیستش، ولی توی سریال این شخصیت رو تغییر دادن و تبدیلش کردن به شخصیت ناشنوا که بتونن تاثیر توی داستان بیشتر بذارن، که این شخصیت بیشتر احتیاج داره که به دیگران تکیه بکنه برای مراقبت از خودش. و توی این داستان دیدیم که الی تصمیم میگیره که از سم مراقبت بکنه. این تصمیم الی کاملا منطقیه، با عمق شخصیتیش کاملا هماهنگه. الی کسیه که توی یتیم خونه بزرگ شده، همه عمرش تنها بوده. اگه دقت میکردید از وقتی که سم و هنری به عنوان دوستهای تازه وارد داستان شده بودن، تمام مدت الی داشت میخندید. از اینکه آدمهای جدید وارد زندگی شدن خوشحال بودش. یه جورای عاشق شرایط جدیدی شد که توش بود. برای همین وقتی که جای زخم سم رو میبینه، سریع تصمیم میگیره که از سم مراقبت بکنه. اجازه میده که سم بهش تکیه بکنه. ولی این کار توی ذهن الی خیلی کودکانه اتفاق میفته، مثل داستانهای کمیکی که میخوند. الی میاد یه دروغ زیبا رو باور میکنه، ولی خیلی سریع متوجه میشه که دنیای واقعی چه شکلی کار میکنه و الی اولین قدمهای خودش رو توی دنیای بزرگسالها برمیداره. توی اطلاعاتی که توی اپیزود اول دیدیم، کسی که از پا زخمی بشه 12 تا 24 ساعت بعد آلوده میشه. و توی اون صحنه هم که زامبیا حمله کرده بودن، دیدیم که پای سم از زیر ماشین مونده بیرون، بر همین پاش گاز گرفته میشه و زخمی میشه. یعنی توی اون لحظه سم همون یک شب رو برای آخرین بار وقت داشت که عادی زندگی کنه. و فردا صبحش که سم از دنیا رفت، شخصیت الی برای همیشه دیگه فرق کرد. دلیل اینکه روی قبر سم نوشت متاسفم، برای اینکه نتونست اون رو نجات بده و همون زخمی که جول تمام این 20 سال تحمل کرده بود رو الی برای اولین بار توی عمرش تجربه کرد. همینطور اون عشقی رو تجربه کرد که از یه نفر بتونه مراقبت بکنه و حالا اون رو از دست داد. توی این اپیزود معصومیت الی از بین رفتش. اولین جمله‌ای هم که بعد از اون حادثه گفت خیلی مهم بود. الی پرسید که غرب از کدوم طرفه. وقتی که جول جهت رو بهش نشون داد، الی برای اولین بار افتاد جلو و جلوتر از جول حرکت کرد. دلیلش اینه که ما الان با یه الی جدید طرفیم. حالا الی میخواد هرچه سریعتر خودش رو به فایرفلای ها برسونه تا یه درمانی برای این بیماری پیدا کنه، چون دیگه نمیخواد چیزی مثل مرگ سم جلو چشماش اتفاق بیفته. میخواد هرچه سریعتر بره و کاری کنه که یه واکسن بسازه. و نحوه برخوردش با این زخم متفاوت بود با رفتاری که جول توی این 20 سال داشت. جول وقتی که زخمی مشابه برداشت، از دنیا برید، برای همیشه رفت توی لاک خودش، دیگه با کسی وارد رابطه نشد تا دیگه این درد رو تجربه نکنه. ولی حالا الی میخواد داستان رو تموم کنه، میخواد دنبال درمان بگرده، اینجوری دین خودش رو به سم ادا بکنه. Let me crib a line from Westworld. These violent delights have violent ends. The fact is, Kathleen is a moral criminal. I just know that the odds that you are going to die by this sword go up dramatically if you live by it. این اپیزود پر بود از معماهای اخلاقی. جا دادن پیچیدگی‌های اخلاقی توی داستان‌ها کاری که سال‌هاست نویسنده‌ها انجام میدن. داستان کلاسیک و قدیمی موبیدیک یا همون نهنگ سفید یکی از همین داستان‌هاست که چطور آدم‌ها به دام انتقام می‌افتن، خودشون رو نابود می‌کنن. سازنده‌ها توی پادکست گفتن که ایده اولیه برای نوشتن داستان این اپیزود از این عکس میاد. زمانی که یه افسر ارتش ویتنام یکی از کسانی که مشکوک بهش شده بودن که به سربازای آمریکایی کمک میکنه رو اعدام میکنه، اونم بدون هیچ دادگاهی. تو این تصویر ما میتونیم چرخه خشونتی که مدام از هر دو طرف تکرار میشه رو ببینیم. سوال اخلاقی که اینجا به وجود میاد اینه که توی این عکس کی آدم خوبیه، کی آدم بد. توی داستان نشون دادن که چطور خشونتی که نظامی ها نشون دادن تا انقلابی ها خشمگین بشن و یه انقلابی از دل نفرت شروع بشه. و اینجا شخصیت کتلین داستانش شروع میشه. کتلین دقیقاً داستانی مشابه داستان سم و هنری داشت. اونجا که کتلین داشت داستان برادرش رو تعریف میکرد، ما عکس برادر بزرگترش رو روی دیوار دیدیم که داره فوتبال بازی میکنه. تعریف کرد که وقتی که بچه بوده چطور از رعد و برق میترسیده و برادرش اون رو آروم میکرده، درست مثل چیزی که توی اون اتاق زیر شیروانی برای سم و هنری اتفاق افتاد. قبلا شخصیت پردازی کتلین رو ما دیده بودیم. وقتی که توی اپیزود قبلی سربازا بهش گفتن که نمیشه زخمی‌ها رو درمان کرد، اونها جونشون رو از دست میدن، کتلین هم برای اینکه خودش رو آروم کنه رفت تیر
خالی کرد تو مغز دکتر، در صورتی که دکتر هیچ ربطی به این موضوع نداشت. و ما فهمیدیم که کتلین یک شخصیت انتقام جوه، ولی تو این داستان کتلین نمیخواستش که از کس خاصی انتقام بگیره، میخواست از بخشش انتقام بگیره نه از آدم ها. اگه دقت میکردید وقتی که داشت حرف میزد گفت اون چیزی که برادرم رو کشت خوب بودنش بود، چون دل رحم بودش. حالا کتلین میخواستش که از دل رحم بودن انتقام بگیره. برادرش کسی بود که گفته بود که هنری رو ببخشید، یعنی کسی که لو داده بودش رو میخواست ببخشه. این به خاطر این بود که برادرش یک موضوع مهم رو فهمیده بود، همون پیامی که نویسنده ها میخوان تو این داستان ما هم بگن، اینکه نباید چرخه خشونت ایجاد کرد. ولی کتلین این راهو ادامه نداد و دیدیم که اون آدمهایی که جنازه هاشون رو توی اپیزود قبلی سوزونده بودن همون کسایی بودن که تو این اپیزود کتلین میخواست ازشون اعتراف بگیره، چون بعد از اینکه از توی اون سلول اومد بیرون به اون افسر زیردستش دستور داد که همه رو بکشه و جنازه ها رو بسوزونه. اونجایی هم که یکی از زندانی ها یه نفر رو لو داد، اون کسی که لو داد همون دکتری بودش که به هنری پناه داده بود. اینجا سازنده ها به ما نشون دادن که چطور خوی انتقام جویی کتلین رو داره به یه هیولا تبدیل میکنه. توی شبی که سم آلوده شده بود، چون میدونست چند ساعت دیگه به زامبی تبدیل میشه، یه سوالی ذهنشو درگیر کرده بود. میپرسید که اگر من یه هیولا بشم، آیا هنوز توی بدن اون هیولا من وجود دارم یا من مردم؟ قسمت ترسناک توی پادکست اونجایی بود که سازنده ها گفتن که توی دنیای لست آف آس وقتی کسی به زامبی تبدیل میشه هنوز زنده است، ولی توی حالتی مثل گیجی قرار داره، دیگه درک نمیکنه که اطرافش داره چه اتفاقی میفته. و گفتن که داستان کتلین هم درست مثل همین زامبی هاست، اون هم داره به یه هیولا تبدیل میشه، هنوز همون آدمه ولی درگیر انتقام شده. و حالا پیام داستان فرجام کتلین بودش که ما نشون دادن. توی سریال به یه چیزی اشاره نکردن، ولی کسایی که بازی کرده باشن این موضوع رو میدونن که هانترها از بچه‌ها مراقبت نمیکنن، اونها رو یا میکشن یا رهاشون میکنن. توی دنیای هانترها بچه‌ها هیچ جایگاهی ندارن. توی دیالوگ‌های کتلین هم اگر دقت می‌کردید برگشت گفت که بچه‌ها همیشه خدا میمیرن، بعد گله می‌کرد که برای چی برادر من رو به خاطر یه بچه جونش رو به خطر انداختی. حالا نکته جالب اینجاست که آخرش همین کتلین توسط یه زامبی کودک کشته شد، همون زامبی بچه‌ای که وارد ماشین شد نزدیک بود الی رو بکشه. یه جورای فرجام انتقام‌جویی و چرخه خشونت رو نشون دادن. و با توجه به تصاویری که از اون پناهگاه دیده بودیم احتمالاً این بچه‌ای که به کتلین حمله کرد یکی از قربانیان همون پناهگاه بوده. یه صحنه مهمم با کتلین داشتیم، اینکه وقتی هنری رو گیر انداخت میتونست بزنه سری هنری رو بکشه، ولی در عوض شروع کرد به حرف زدن. شاید تو اون لحظه غیر منطقی به نظر برسه، ولی سازنده ها اینجا یه چیز مهمی رو میخواستن نشون بدن. اینجا تمام حرفایی که کتلین به هنری میزنه، یعنی برمیگرده بهش میگه که برای چی این کارو کردی، آیا سم ارزش این کارو داشت یا نه، پیش خودت خیال کردی کل دنیا دور این بچه میچرخه که به خاطر نجات جونش همه دنیا رو به خطر میندازی، اینا تمام سوالاتی ان که تو آینده جول باید باهاشون روبرو بشه وقتی که الی تو خطر میفته. رابطه سم و هنری تاثیر مستقیم میذاره روی جول و الی، و ما میفهمیم که احساس پدرانه جول میتونه اون رو توی همون شرایطی قرار بده که هنری قرار گرفت. و اینجا این سوالاتی که کتلین از هنری پرسید در آینده جول بعد از خودش بپرسه، اینکه آیا حاضر همه دنیا رو فدای الی بکنه یا نه. Neil's story made it very clear that you cannot escape fate in this regard. And then in fact, the more ruin and hurt you cause to protect this person, the more brutal it will be when you lose anyway. اما هنری جنبه‌های شخصیتی دیگه‌ای هم داشتش. شخصیت پردازی هنری خیلی خیلی خوب کار شده بود. هنری کسی بود که به خاطر عشقی که به سم داشت، همه چیزو به خطر انداخت. مثلا اون صحنه که تک تیرانداز شروع کرد تیراندازی کردن، سری الی و جول رو ول کرد و فرار کرد. چون این شخصیت هنری بود که فقط حاضر خودشو نجات بده، با بقیه کاری نداره. در صورتی که جول درست مثل شخصیت خودش رفتار کرد. سری پناه گرفت، بعدش هم سری رفتش اون تک تیراندازو از بین برد و از بقیه مراقبت کرد. و اینجا باز دقت به جزئیات بالا رو میتونیم متوجه بشیم. یکی دیگه از جزئیاتی که بهش دقت کردم اونجایی بود که تیرانداز تیراندازی کرد. اگه دقت کنید هنری به تیر واکنش میده، ولی سم هیچ واکنشی نداره، چون سم ناشنواست. و سازنده ها انقدر با دقت صحنه رو ساختن که جول فرار نکنه، پشتش یه دلیل وجود داره، هنری باید فرار بکنه، پشت اینم یه دلیل وجود داره، بعد کی به تیر واکنش نشون بده، کی واکنش نشون نده. اینا همش دقت تو جزئیات این داستانه. و اینکه داستان هنری هم یک پیامی داشت، درست مثل داستان کتلین. این داستان می‌خواست بگه که عشق به چیزی نباید باعث بشه که شما به دیگران صدمه بزنید
بزنی یا دست به یه گناه بزنی. هنری همه چیز رو به خطر انداخت برای سم. فکر میکرد که این ارزشش رو داره. برای همین بود که وقتی که با جول صحبت میکرد میگفت من آدم بدیم چون کارهای بد کردم. ولی بازم میتونست خودش رو تحمل کنه. میتونست تو این دنیا زندگی کنه به خاطر سم. اما فرجام اینجور آدم ها رو خوب به ما نشون دادن. اینکه وقتی سم از دست رفت دیگه دنیا برای هنری ارزشی نداشت. چون دیگه نمیتونست خودش رو ناجی سم ببینه. اون دیگه فقط یه آدم گناهکار بود. حالا دیگه دنیا براش غیر قابل تحمل بود. برای همین هم زد خودش رو کشت. این فرجام کساییه که برای اهداف خودشون فکر میکنن که خوب دست به گناه بزنن. توی اپیزود سوم هم این موضوع رو نشون دادن که وقتی که نظامی ها برای اینکه شاید ممکنه دچار کمبود غذا بشن، زدن مردمی که آلوده نشده بودن رو کشتن و بعد دیدیم که اونا هم 4 سال بعد به طور کامل خودشون از بین رفتن و منطقه قرنطینه‌شون سقوط کرد. و همینطور که داستان کتلین سرانجام انتقام‌جویان و چرخه‌های خشونت رو نشون داد، توی داستان هنری هم سرانجام کسایی که دچار قبیله‌گرایی میشن و خودشون رو مهمتر از بقیه میدونن، برای اهدافشون دست به هر کاری میزنن رو ما نشون داد. و آخر از همه هم بهتره بریم سر وقت جول. صحنه پایانی که از جول دیدیم صحنه خیلی مهمی بود. اونم نگاه جول به الی که ایمان میگه که اون فهمیده که احساسش به الی داره تغییر میکنه. خودش هم از این موضوع ترسیده چون دیگه نمیخواد لحظه مرگ دخترش رو دوباره تجربه کنه. همون چیزی که تمام این 20 سال جول ازش میترسه. مخصوصا ما این صحنه مهم دیدیم که زامبیا وارد شهر شدن. سازنده‌ها گفتن که این صحنه رو از فیلم ارباب حلقه‌ها الهام گرفتن، اونجا که توی سرزمین موریا یه دفعه اورک‌ها به یاران حلقه حمله کردن. و یه صحنه مهم هم نشون دادن، اینکه زامبی که از همه بزرگتر بود یهو فریاد کشید و تمام زامبی‌های دیگه به سمت فریاد اون زامبی حرکت کردن. یعنی قشنگ به ما نشون دادن که این زامبی بقیه زامبی‌ها رو رهبری می‌کنه. اگر اینطور نبود این زامبی‌ها بعد سری روی زمین پخش می‌شدن، هر کس به یه سمتی می‌رفت. ولی به محض اینکه زامبی بزرگتر فریاد زد، همه زامبی‌ها جول و الی رو رها کردن و به سمت شهر حرکت کردن. و قطعاً توی اپیزودهای بعدی این دنیا حتی از قبل هم خطرناک‌تر میشه و حالا زامبی‌ها هم به خطرات این دنیا اضافه میشن. حالا باید ببینیم که جول با احساس پدرانه‌ای که نسبت به الی پیدا کرده چه واکنشی نشون میده. آیا همون بلایی که سر هنری اومد سرش میاد یا راه دیگه‌ای رو انتخاب میکنه؟ خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.